فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت لیتوانی درباره توافق اتمی با رژیم آخوندی گفت اگر گفتگوها منجر به یک توافق خوب نشود هیچ توافقی وجود نخواهد داشت. اجازه بدهید این را به تمامی دوستانمان منتقل کنیم. به افسود ما در آخرین قدم‌های توافق هستیم و از این به بعد نیاز به تصمیم‌گیری‌های سیاسی داریم نه تکنیکی. عراقچی معاون وزیر خارجه رژیم پس از گفتگوهای روز پنجشنبه با گروه 5+1 گفت هنوز راهی طولانی در پیش رو داریم. توافق اتمی تنها در صورتی امکان پذیر است که تحریم‌ها همه و به طور یک جانبه لغو شود و هیچ تحریمی نباید پا بر جا بماند. این در حالی است که جواد ظریف وزیر خارجه رژیم در مصاحبه با تلویزیون CNN تاکید کرد رژیم آخوندی احتمالاً اعمال محدودیت 10 ساله در برخی از جوانب برنامه اتمی خود را قبول کند. باراکوماوا پیش از این توافق اتمی را موکول به توقف تضمیندار 10 ساله فعالیت‌های حساس اتمی توسط رژیم ایران کرده است. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا اعلام کرد طبق یک نظرسنجی 65% مردم آمریکا از راه حل اعزام نیرو برای متوقف کردن فعالیت‌های اتمی دیکتاتوری آخوندی حمایت می‌کنند و 84% مردم این کشور نیز توافق احتمالی در مذاکرات را توافقی بد می‌دانند. بر اساس این نظرسنجی اگر رژیم آخوندی توانایی تولید سلاح‌های اتمی را کسب کند یک فاجعه خواهد بود و اقدام نظامی آمریکا کار درستی برای متوقف کردن روند تولید تسلیحات اتمی توسط این رژیم است. 57% مردم نیز معتقدند که آمریکا به اندازه کافی برای متوقف کردن برنامه تسلیحات اتمی رژیم ایران مهاجم نبوده است.